و جستاری رو کلن آغاز کردیم درباره سیر دگرگونی و ایجاد خط در ایران و در این باره گفتگو کردیم که نخستین خطی که در ایران ایجاد شد 4000 سال پیش توسط هیتی ها بود که اقوامی از ایران بودند و دبیره به صورت نگاری یا شکلدار بود، تصویری بود، و پس از اون اومدیم گفتیم که دبیره بعدی در دوران پیشدادیان به نظر میرسه که در دوران تحمورس ایجاد شد که از دیوان یاد گرفت این ایجاد کردن خط رو و اون دبیره رو به نام دبیره رونیک یا راز دبیره نامیدند و پس از اون دیدیم که سیر حرکت این رونیک، دبیره رونیک به اروپا چگونه بود که اقوام سکاها اومدن و رفتن با گوت ها و سلت ها یا کلت ها آمیختند و ازدواج کردند و این خط رو بردند به اروپا که همکنون در سوئد این خطوط از نوشته های از این خط رونیک از دوران باستان اونجا پیدا شده. بعد گفتیم که مغول ها آمدند و این رازدبیره رو در آسیای میانه هنگامی که یاد گرفتند از اوست ها، از اقوام اوست، به صورت آلفابت چینی و عمودی این رو نوشتند و در واقع همون رازدبیره‌ای که اوستی ها در اونجا داشتند به صورت خط چینی از بالا به پایین و ستونی نوشته شد و پس از اون گفتیم که خط اوستا نوشته‌ای که با اون اوستا با خطی که اوستا نوشته شده بهش میگن دبیره دین دبیره یا خط دین دبیره که به اصطلاح میشناسیم و اوستا با دین دبیره نوشته شده که اینها همه یک ریشه هایی هم با خط سانسکریت به نظر میسته که مشترکاتی دارن. خب من مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر ستوده هستند که همه دوستان با دکتر ستوده گرامی آشنا هستند. دکتر ستوده برنامه هاشون خیلی مورد توجه ایرانیان درون و بیرون ایرانه و همیشه از من میخوان که حتی برنامه های گذشته ایشون رو آرشیف کنم و بگذارم روی یوتیوب آرتیمیس علی‌آبادی که کسانی که سابسکرایب هستن اونجا بتونن برن همه این برنامه ها رو ببینن. من به مرور هر آنچه برنامه از گذشته پیدا کنم اونجا آپلود میکنم. دکتر ستوده گرامی استاد زبانشناسی و پژوهشگر و ایرانشناس هستن و تخصص ایشون در ترکشناسی است. درود بر شما جناب آقای دکتر. و پس از اینکه شما درودی داشته باشید، من جستار امروز را آغاز خواهم کرد. خب به شما درود میگم که مهربانی میکنید، این برنامه را میرانید و سپس این دریچه را میگشایید که یه کمی صداتون کمه، فقط اگه میشه یه کمی بلندتر گفتگو کنید. گفتم که به شما درود میگم که این برنامه را میرانید، راننده این برنامه هستید، از این که این دریچه را میگوشایید که از این راه درخشش گنجینه‌های فروزانفر فرهنگ ایرانی به ایرانیان برسه سپاسگزارم. من همیشه در گفتگوهام، آغاز گفتگوهام آرایشش به گوهران گرامی اوستاست. به زبان اوستا یک فراز دلکشی هست، ایر یعنی خبرنو یزمیده، به پهلوی می شود فر ایران را می ستاید. ما ستایندگان فر ایرانیم و باید چنین باشیم. سپاسگزارم آقای دکتر. من قبل از اینکه اینو فراموش کنم، چون در چند نشست من همش اینو فراموش میکنم، برخی از بینندگان از ما پرسیده بودن که شما اتاق پلتاکی به نام جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی دارید. من خواستم اینجا بگم که جنبش نوزایی ایرانی هیچ اتاق پلتاکی نداره و اگر کسی یا کسانی در اتاقی به نام جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی، فرزندان فردوسی یا امثالهم اتاق پلتاک را انداختن، هیچ ارتباطی
به جنبش نوزای ایرانی نداره. حالا آقای دکتر، ما در نشست پیشین سه تا از دبیرهای ایرانی رو، یعنی دبیره که هیتی ها ایجاد کردن که گفتیم نگاریست و رونیک، دبیره رونیک رو گفتگو کردیم و دین دبیره رو. برخی از همیهنان از ما خواسته بودن که اگر ممکنه دبیره رونیک یا راز دبیره رو الفابتش رو به افراد نشون بدیم، به بینندگان نشون بدیم. آیا شما دارید این الفابت رو که ما به اونها با نظر دیداری ببینیم اونها رو و آشنا بشیم با شکل اونها؟ خب این کاریست در خور سپاس و ستایش به شما. چرا اینو میگم؟ برای این است که من گمان نمی کنم که هیچ ایرانی در این زمینه گفتگو کرده باشه. میدانم که هیچ ایرانی در این زمینه پژوهش نکرده. ایرانیان در این زمینه ها هیچ پژوهشی نمی کنند. برای نخستین بار هست که دو تن ایرانی، شما و من، در این زمینه گفتگو میکنیم. برای من هم خوب است که پیشواز هست و خواهان این هستن که واکای این دبیره رو نشان بدهیم. در بار پیش من به شما گفتم که اکنون خب شما یادآوری کردید، گفتم که مانند همیشه هرچه که ما آفریدیم، فرهنگی که ما آفریدیم، اروپاییان ازش برخوردارن. نام، آوازه و فرهنگ ایرانی در میان یونانیان هست، در میان رومیان هست، در میان جهانیان هست. از جشن زایش میترا بگیرید تا نوروز و همه آنچه که هست، نام کشورها، اون کشورگانی که برای نمونه در آسیای میانه از زمین همینجوری خواسته و نخواسته سبز شدن، همشون نام استان را با خودشون میکشن دیگه. این است که ایران کشور با فرهنگ و بزرگ هست و نگاه بهش هم آسان نیست. سالها زیست میخواد که به اینها پرداخته بشه. دبیره رونیک را من بار پیش که ازش گفته و کردم، گفتم که شما هم گفتید که یک مردم گمنام بی سر و پایی از سیبری آمدن. این که میگم بی سر و پا بسیار سختتان نیاید. عبدالحی گردیزی یک تاریخی نوشته است به نام تاریخ گردیزی. گردیز یکی از شهرهای ایران در استان غزنی در خراسان، بهش افغانستان میگن. در اونجا این مرد خفته. یک ایشان را میگن که گیتاشناس، این جغرافیا، این گیتانویس یا گیتاشناس پس از ساسانیان هست. یک نسل بسیار بزرگ خوبی نوشته که برای نمونه نوشته است که ترکان قرچکان چینند. قرچک این مردم آواره رو میگن، قرشمال، لوری، کولی، کرچی، در زبان کردی هست کولی قرچی، آگر بگیری در نچی. یه گفته سخن شیرینی هست در کرمانشاه روانه. این است که این سخن سختتون نیاد، چون چرا ستوده اردبیلی این سخن را میگه؟ برای اینکه در نوشته ها هست، در تاریخ هست، نوشته های بسیار بسیار زیاد هست. در جامع التواریخ نوشته است که ترکان به سد خطای میزیان، یا نمیدونم ابن فضلان میگوید که برای دیدن ترکان به بیابانها رفتم. و این درست است. این ما گفتمون رو استوار بر نوشته های تاریخی میگیم. آن مردمی که از سیبری آمدن، یغور، اوغوز، تخس، اونق، اینا این واژه ها رو میشناسید دیگه؟ اینا جالب، ایرانیان این واژه ها رو دقیقاً به مفهوم ناسزاگویانه برای هم به کار میبرن. جالب. خود ترکان هم اینجوری میکنن. شما شنیدید کشوری اکنون هست به نام قرقیزستان. قرقیز در زبان ترکیه که در ترکیه هست یعنی دوست، میشود دوست. بزامی میگوید که سکندر ز چین رای خرخیز کرد. سکندر ز چین رای خرخیز کرد. خرخیز در زبان ترکیه کنونی در ترکیه می شود دوست، هرسس، چون اونا خه ندارن می گوین هرسس. این درست است. یعنی اینو صفتی دادند، چون افرادی که قرقیز بودن کارشون احتمالاً راهزنی و دزدی و چپاول بود. چنین چیزی بوده است. من به شما گفتم این قرقیز رو نام نهادن. با ترکمانی
وصف جنت میشنید، گفت آنجا غارت و تاراج هست. این نوشته ها، در نوشته ها چنین چیزی است. بعدشان نیاید و بعدتان میآیدم بیاید، برای اینکه آنچه که هست را من میگویم، آنچه که نوشته هست من آن را میگویم. این درست است. آن مردمی که از بالا آمدن، چه تخس باشد، چه اونوق باشد، چه یغور باشد، چه خرخیز باشد، اینها از بالا یا یغوت از بالای سیبری هنگامی که سکان رفتن، سکان ایرانی رفتن، اینها آمدن. بار پیش من گفتم مردم اسود یا اوس یا ایرانیانی که در مغولستان هستن، آنان هنوزم هستن. زمان باستان شناسی این بخشا، باستان شناسی سراسر آسیای میانه، نه سیبریه، همه ایرانی است. مغولستان باستان شناسی ایرانی داره، مغولستان هیچ باستان شناسی خودی نداره. ما باستان شناسی ترکی نداریم، چه بخواهید چه نخواهید، این چیزی است دانشگاهی. در هیچ جای جهان هیچ موزه ای بخشی برای ترکان چیزی به نام باستان شناسی، مردم باستانی نیستن. میگم این مردم از بالا که آمدن پایین در مغولستان، این سده هشتم باید باشد زمانی که آمدن پایین. اینا که آمدن پایین، سوغدیان که ایرانیان هستن، این دبیره رو برای اینا نوشتن و اینا به کار گرفتن این نوشته رو. گفتم، شما هم گفتید، گفتید ایستاده نوشتن. هرگز این مردمان بی سر و تن و کوچنده کاری به نوشتن نداشتن، برای اینکه چرا بنویسن؟ نه فرمان روایی داشتن، نه دین داشتن، نه آیین داشتن، نه کشور داشتن. برای چی بنویسن؟ چرا بنویسن؟ ما می نوشتیم برای اینکه کشور داشتیم، دیوان باج داشتیم، فرمان روایی داشتیم. کشورمون دارای بخشای گوناگون بود، باید فرمان می دادیم، باید پیوند می یافتیم. ما نمیدونم فرمان به آتن باید می فرستادیم، نمیدونم به مصر باید، به مدرای می فرستادیم. برای این نوشته نوشتیم. بعد ما دانش هم داشتیم، ثبت دانش همیشه خط نیاز داشته. باره. برای اینکه باید مثلا درباره طبابت، درباره معماری، درباره امور اداری سیاسی می نوشتیم، حتی درباره ادبیات، احساساتمون، اشعارمون. برای این بسیار خوب اکنون که یادآوری کردید، من در آینده خواهم گفت. همین که پزشکی گفتید، ما بیزشک دبیره، دبیره پزشکی، یک دبیره بود که تنها پزشکان نسخه ها را با اون می نوشتن. بیزشک دبیره، دبیره ویژه پزشکان بود، همچنان که دین دبیره، دبیره ویژه دین بود. و اگر پزشک و بیمارستان نداشتیم، که ما بنیانگذار بیمارستان هستیم، در این زمینه گفتگو میکنیم. اگر میخواهید برید نوشته الگوت رو نگاه کنید که میگه پدیده و اندیشه و چیزی به نام بیمارستان از آن ایرانیان است. برای این خب پزشک دبیره یا دبیره پزشکی داشتیم. بگذاریم، این کسانی که آمدن به اون بخش ها، دبیره رو در سده هشتم یک بار در روی یک سنگ پاره به کار گرفتن که در مغولستان افتاده است این سنگ. دبیره رونیک هست، رونیک را یک بار اونا به کار گرفتن، دیگه هم به کار نیفتن. پس از آن که روان شدن به سوی کشور شاهنشاهی ایران، و بگم که خون روان کردن به کشور شاهنشاهی ایران و هر کجا پا نهادن به جز ویرانی و ننگ و تباهی بر جای نگذاشتن، هیچگاه دیگه اون دبیره را به کار نگرفتن. دبیره ای که ایرانیان پروریده بودن آن را به کار گرفتن تا 1921 در ترکیه که جایگیر شدن و جا خوش کردن، آنجا دبیره لاتین را به کار گرفتن که همکنون هم به کار میبرن. دبیره ای که گفتم اون سنگ پاره ای که هست، در یک دره ای هست به نام دره ارگنکون، میشود گوشه ایرانی یا گوشه آریایی. این رو به زبان مغولی، تنها به زبان مغول نیست، یه سه گوش در نگر بگیرید، یکیش رو میگن ترک، یکی رو میگن مونگول، یکی رو میگن تونگوس. تونگوس که خب خوک هست، تونگوس یا تونگوس، این یکی از زبانهای ایناست. ترک، تونگوس، مونگول، این ستا میشود سه گوش اورال آلتایی. این نام دوتا کوه هست. مردمانی که میان این دوتا کوه سرگردان بودن و این بر اون بر میرفتن و کار به نمیدونم هرسوس، که همین که در ترکیه میگن دوزی، به این کارها دست میزدن، این مردمان را با نام این دو کوه میشناسن.
و این زبانشناسا برای اینا نام گذاشتن، چون چاره دیگه ای نداشتن به جز اینکه نام این دو کوه و بیابان را برای اینا. اورال آلتای، دو تا کوه هستن و هر دو نام های ایرانی دارن و این سفوش اورال آلتای، یکی توپور یکی مونپور یکی کمبوز یا خود، سفوش زبانشناسی ترکان هست. این سه مردم هرچی هستن در آغاز یک مردم بودن. هنگامی که آمدن به مغولستان، باستان شناسی از آن ماست، در دره ارگنکون گوشه آریایی یا گوشه ایرانی در اونجا اون سنگ پاره رو نوشتن. این ارگنکون رو آره دیگه در رودخانه ارکان در اونجا هست و این سنگ پاره در اونجا هست و دبیره ارکون را اینا به کار گرفتن. گفتم به شما که سپس این را، برای اینکه اینها هیچ چیزی را راست نمیگن و گفتار جهانی نیست، در یک کوشه پنهان میشینن و دروغ و یابه میبافن، میگن که آره این نوشته باستان ترکان، آره نوشته باستان شما چرا باشد؟ اگر نوشته باستان شماست، خب اینها میبایستی نام زبان شما را داشته باشه. سغدیان برای شما نوشتن، شما نام این دبیره را میدانستید؟ نه. سپس که در اروپا رفته است، اروپاییان من نمیگم نمیگویند که از آن آنان است. اروپاییان یه چیزی پدید آوردن به نام اندو جرمن یا اندو اروپایی و میگن این دبیره اندو جرمن و اندو اروپایی است. روشن نمی کنن که این از آن کسان است. من از این که خوب پرسیدید که آنها را نشان بدهیم، اکنون که نشان میدهم اونگاه میبینید که از آن چه کسانی است. من بارها گفتم چون آشنایی ایرانیان در این زمینه کم است و ایرانیان چیزی به نام سکسون را نمیشناسند و گمان میکنن سکسون، بسیار شگفته، ایرانیان شاید گمان میکنن سکسون انگلیسی ها هستند که هیچ نیستند. انگل ها با سکسون آمیختن، انگل و سکسون را پدید آورده. جرمن ها را میتوانید سکسون بگید، ما سکسون ما هستیم، نژاد سکسون ما هستیم. تیره و گفته هاش در دست ماست، جواهانش در دست ما. بسیار خوب، درباره دبیره رون گفته کنم. من پیش از این که در این زمینه گفته کنم، باز دوباره این رون را که من میگویم، من گفتم که به پهلوی ما این را راز دبیره میگویم. رون در اوستا میشود سرود، روان میشود سرود و در زبان فینی هم هست. من به زبان فینی بسیار چیره هستم، سالها در اون زبان خواندم و به اون زبان هم آموزش دادم. در اون زبان فنلاندی، زبان فین. آره زبان فین. در زبان فین رونویدیا سراینده را میگن و رون این سخن هست. این واژه فینی نیست، این واژه است اوستایی و در زبان فین که سراسر پر از واژگان ایرانی است وام شده است. این واژه تنها جایی در جهان این واژه زنده است، به جز اوستا تنها جایی در جهان در زبان فین زنده است. چرا؟ این یک کمی سخن را به دور میکنه از اون گفتارمون. اما فینیان مردمان پراکنده، تیره های پراکنده ماریت، کومیت، اورموت، نمیدونم اینها هستن. اینا از پایین سیبریه به سوی اروپا پس از اینکه سکان رفتن، اینها راه افتادن به رفتن. نزدیک 2000 سال پیش اینها هلسینکی زیر آب بوده. اینها پس از اینکه کشور شاهنشاهی هخامنشی، فرمانبرداران کشور شاهنشاهی هخامنشی بودن، پس از اینکه کشور شاهنشاهی هخامنشی، کشور همایونی هخامنشی به فرجام خیش گرایید، آنان به سوی اروپا رفتن. هنگامی که رفتن، این واژگان ایرانی را با خودشون به اونجا بردن و این است که رون یکی از واژگان است که با خودشون بردن و واژه رون اولیا که میشود سراینده و رون میشود سرود، با این دبیره، با این نام، با این دبیره رونیک پیوند داره. ایک پسوند اوستایی است. اکنون در زبان کنونی شما به کار میبرید مانند نزدیک، نزد ایک، میبینید که پسوند ایرانی است. در زبان ایرانی به کار میره، در اوستا به کار میره، در انگلیسی، در جرمنی، در زبان جرمنی هم به کار میره، از آن همه ماست. اما پیوندی با ترک و مغول نداره که به جز دروغگویی کار دیگری ندارن و ناچار هم از این کار هستن. بسیار خب، من این واک ها را که نقشم میشود بهش گفت، گفتم که بهتون نشون میدم. پیش از اینکه نشون بدم، بارها به شما گفتم که یه تیره ای از سرمت خوشبختانه، یه تیره ای از ایران که به خودشون الان میگن و ایرون میگن و اوست میگن
میگن و اوس میگن و آس میگن و آسیا از آن اوناس، شهر یزد در هنگری از آن اوناس، شهر یزد ایرانی از آن اوناس، آزاده که شما میگید همین واژه هست. این تیره امروز در کافکاس هست. تنها زبانی که به زبان سرمد یا به زبان سکه گفتگو میکنه این زبانه، چون این دبیره را سکان پدید آوردن. تنها جایی که در جهان میتوانید این دبیره را، دبیره رون را پیگیری بکنید و واژگانش، واکهاش رو، نامهاش رو جستجو کنید در این زبان است. امروز این زبان را کسانی که گفته بودن، اگر کودکی را شما از شهر آردون، میشود آریایی سپید، رودخانه‌ای هم به نام آردون در همین کشور اوستیان ها، اگر یک بچه کودکی را از آردون شما بیارید، بهش هر کدام از اینهایی را که من میگم میگویید را در جا پاسخ میدهد، چون دبیره به زبان آنان است، به هیچ زبان هیچ کشوری نیست، تنها به زبان آنان است. هیچ پیوندی هم به زبان پهلوی دارد و ندارد، برای که زبان پهلوی نوین است. شما به زبان پهلوی گفتم، بارها به شما گفتم این زبان پهلوی نوین است. به اوستا و پهلوی نزدیک است و نزدیک نیست، اما سراسر و 100% به اون زبان است. برخیش رو شما میتوانید در میان گفته ها میبینید، برخیش رو میتوانید به زبان امروز پهلوی نوینی که شما گفته میکنید نزدیک است، اما سراسر به آن زبان است و اون زبان کهنه تر از اوستا است. زبان کنونی که در اوستیا یا در آلامیا یا در ایرستون یا اوستیا گفتگو میشه کهنه تر از اوستا است، کهنه تر از اوستا است. زبان سکه زبان کهنه تر از اوستا است. بسیار خوب، من یکیش آغاز میکنم به نشان دادنشون و خب دربارش کوشش میکنم کوتاه گفته کنم. این واک را میبینید نه؟ بله میبینیم. بله آره، این واک را که شما میبینید، نام واک هستش بینو. بینو این به زبان شما نزدیکه، بینو میشود دیدن و بینایی. بینو نامش هست، خب درسته دیگه، بس میبینی که شناسنامش نزد ماست. بینو میشود بینایی و برای واک و هست. این برای واک و اینجوری نوشته میشه، این رونیک بینو نامشه، برای واک و هستش. نیروی شادی و بینایی به این میگن. واژه چشم، گوزی یا گز میشود چشم. این در اردبیل این واژه هست، اردبیلی‌ها به چشم گز میگن، مال ترکان نیست، ایرانی این واژه. در زبان ایرون یا اوست یا آلان یا ایرستون گز یا گوزی میشود دیدن. همون واژه گلاس، گلازا در روسی هست، همون واژه است، از آن اونان نیست. میگم که چون ترکان آمدن و زبان ایرانی را و فرهنگ ایرانی را و همه چیزها را از اونا یاد گرفتن، این واژه گمان میکنن مالون. در ترکی واژه‌ای برای چشم نیست. گفتم من اردبیلی هستم، ما در اردبیل چشم را گز میگیم و واژه مال خود ماست، واژه ایرانی است. بسیار خوب، دومی مانند ام نوشته میشه، ام لاتین، این آواز هست، برای ای هستش، این واک برای ای هست. آواز میشود رها در زبان کنونی ایرون، در زبان سرمد، در زبان الان، در زبان سکی این واژه میشود رها. بعد آواز میشود با واژه باز کردن از یه ریشه است. آره، و اون آوازی که شما میشنوید به نام خواندن، آواز خواندن، اون یعنی رها کردن صدا، در یه چیزهایی مانند اون به اون نزدیکی داره. رون دیگری هستش، این رون هست، این هستش کانو. کانو میشود کردن. امروز در زبان پهلوی کن کردن دیگه، درسته؟ درسته. این برای واک که هست، درسته، برای واک که. بس این که نوشته میشه، کانو میشود کن کردن. میبینید ایرانیه؟ بله. این نه در زبان جرمن چم داره، نه در زبان سوئد، نه در زبان نروژ، نه در ویتنام، نه تازیستان، هیچ کجا. تنها به زبان ایرانیه و ایرانی باستان و ایرانی سکه و ایرانی کنونی، ایرانی کنونی که در کافکاس نهاده شده. این واک دیگه هستش، دو کاغذ. این دو کاغذ. آها آره، دو کاغذ. خب اینم به زبان شما نزدیکه. اش میشود من، از در اردبیل ما به خودمون میگیم
میگیم خود را میگیم از، همون که ازبکستان درست کردن ازش، میگه خودستان. از میشود خود. شاهنشاه داریوش بزرگ میگه ازم داری و اوشا خشت را خشتریانام، من خودم من داریوش هستم. از میشود من، در زبان سکه میشود من. در اردبیل ما به خودمون از میگیم، ازم میگیم، این واژه ایرانی است و هیچ پیوندی با ترکان نداره. در زبان ترکی این واژگان نیستن. آها. ببینید بس نوکا میشه دو، دوکات میشود دو، از میشود من. میبینید دوتاست، دوتاست، ببینید یک دو. آها. یک دو، دوکاگاس. آها. یک دو، دو تن، دو تا. این واک برای دی هست. اگه بخواید دی به رونیک بنویسید باید اینجوری بنویسید. آها. برای رونیک. دومی این هست. اینو در تکنولوژی امروزی برای بلوتوت به کار گرفتن. این رو. دو تا بازو میان هم رفته است. بلوتوت دو تا دستگاه تلفن اینا که یکی میشن نشانش اینه. بلوتوت اینه به کار گرفت. و در نوشته های کامپیوتر اینها در برنامه ریزی اینا به کار میبرن این هستش انگلز. این ببخشید این با بلوتوث چه معنی میده؟ این یکی شدن. آها. انگشت رو به هم دیگه یکی کردن. انگشت رو به هم دیگه بلوتوث هم میده، یعنی می نویسن بلوتوث. خب این در نشان بلوتوث اینه. آره نه منظورم اینو چی میخونن در رونیک؟ بله انگشت به زبان پهلوی چی میشه؟ انگشت. آها اینو میگن انگشت. آره خب انگشت دیگه در زبان پهلوی میشود انگشت، در زبان رون یا در زبان ایرون یا در زبان سکه هستش انگشت. انگشت با انگشت یکیه. میبینید نزدیک به زبان شما؟ بله بله دقیقاً. آره اینه. خب این یکی هم هست، این پایانیش، این بینامه، این راز بینام چهار گوهره. اینو ویژه اودین کردن. اودین رهبر رواندار از بهشت آمده ایرانی است که نام ونزدی، ووتان، ونزدی به نام اوست. در این زمینه می شود گفتگو کرد. اودین، نام اودین، وات می شود روان، دنا می شود پایین، روان از اونجا به پایین آمده. ووتان هم هست. ونزدی نام این، به نام این مرد نامدار یا زیبنده نامدار سکه‌ای هست که خب در اروپا به کار میره. باز دوباره ببخشید اون شکلی که الان نشون دادید برای چه حرفی به کار میره؟ این بینامه، برای هیچ سخنی نیست. این رازه، این هیچ واکی نیست. آها این اصلا واکی نیست. آها. این همه واک هاست و هیچ واک نیست. چهار گوهر را نشان میده و یکی از راز هاست. دبیره به شکل چهار آخشیجه. درسته، چهار گوهر. زمانی که من اینو استفاده میکردم. آره در رونی که مانی نوشته فراز که پایان میشه یکی از اینا را میذاره. نقطه. آره. در اوستا فراز که پایان میشه صفر شما میدونید دیگه. بله صفر میشود زیفرا، میشود توهی. در اوستا فراز که پایان میشه زیفرا میذارن که توهی شده. که این زیفرا رو موسی خوارزمی دانشمند گرامی ایرانی به زبان به اروپا برد، زیرو شد و صفر در تازی شده دیگه در زبان ایران من. زیفرا این مانند زیفراست. پوچ، پوچ، پوچ یا توهی. پوچ که ما در ادبیل بوش میگیم، پ نمیگیم، پ چه رو شه میکنیم، پوچ و بوش میگیم، میشود توهی. درسته. آره به پیشم به شما گفتم جرمن ها در جنگ دوم، پیش از جنگ دوم در آموزشگاه ها این آموزش دادن دبیر رون رو و یگان های رزمی ارتش ورماخت و ستاد و سربازان و گروهان ها، گردان ها، همه از همین واک رونیک برای نشانگذاری به بهره برداری کردن. برای نمونه اکنون من اودال رو نشان میدم. اودال رو برای ستاد بزرگ ارتشداران در جرمن به کار گرفتم. اودال نشان زیست است، نشان خانه است، نشان خانه آریان ها، نشان خانه آریاییان این هست. بر در خانه هاشان این نشان اودال را
میگذاشتند و میگذارند اکنون. میگذارند اکنون در کجا؟ در جایی که این زبان زبان آنان است، در ایلستون این کار را میکنند. این ادال هست. وات میشود روان، وات گفتم ادین همون واژه است. وات میشود روان، دال میشود پایین، روان در پایین. باور ایرانیان این است که ما روانمان در جای دیگه به دست مزدا پدید آمده، روی در روی گیتی میزیم و دوباره به اونجا باز میگردیم. این از اونجاست. ادال این هستش. بود میشود روان، دال میشود پایین. این واکست. اینم در زبان کامپیوتر در برنامه ریزی اینا به کار میبرن، از این به کار میبرن. استفاده میکردن آلمان ها در جنگ؟ همه رونی که به کار گرفتن در آموزشگاه ها، در دانشکده افسری، همه جا آموزش دادن. ارتش ورماخت از این بهره برداری میکرد، آموزش دیدن. و اگر نگاه کنید به سپاه ورماخت و نشانهای روی رخت جرمن ها در دوران جنگ، همه از این بهره برداری کردن. درست. تنها کشوری که پس از چند هزار سال بهره برداری کرد در سالهای نزدیک، جرمنا بودن. از این بهره ببینید چقدر اینا رو دونسته بودن و مطالعه کرده بودن و پژوهش کرده بودن. اونا اینا رو میدونستن، ولی حالا شما جنگ جهانی دومو که ول کنید، همین الان ایران، ایرانی ها هیچ کدوم اینا رو نمیدونن. خب برای اینکه اکنونم میگم، چون به زبان ایرانی ها بگم، بی صاحب افتاده اونگاه بادکوبه بی همه چیز دروغو رفته برداشته اینا رو روی پولا. به پولم واژه هم ندارن، پاره و پول واژه ایرانیست. رو اونا نوشته و نوشته که میگه که اینا نمیدونم باستان ترکانه. از این بر نوروز رو جشن میگیری، از این بر نظامی رو داری، از این بر فرهاد و شیرین و خسرو داری، از این بر مغولستان داری. بسیار خوب. خب شکل بعدی چیه؟ آره این بار، آره برای ره هستش. رایدین نام واک، رایدین هستش. رایدین نام واک هست. این پیشرفت، راندن. میبینید واژه راندن، پیشرفت، راندن، رو به پیشرفت. ران و راید و اینا در انگلیسی از همین اومده. در زبان ما هم همینجوره، راندن دیگه. راننده همون واژه است دیگه، ران، راندن. شما you are running this program در زبان انگلیسی است، running of company هست. خب در زبان ما هم هست، ران همون هستش. این ره هستش، رونیک هست و در رونیک هم همون هستش. این دومیش اس هست. این اس هست، منابع به کار گرفتن در روی رختاشون بهش اس میگفتن. این همینه. آه اونا به کار گرفتن اینو. این نشان پیروزی هست. سورا بهش میگن، سولا نشان پیروزی است. سو شو میشود رفتن. در زبان گیلک بوشو برو، برو، شو شدن. در زبان ایرون امروز ساون میشود رفتن. در اردبیل ما این واژه را به کار میبریم، سوشماک یعنی رفتن. این واژه ایرانی است، پیوندی به زبان ترکی نداره. زبان ترکی بدبختر از ایناست که این واژگان را داشته باشه. سولا شو هستش و نشان خورشید هست، نشان درخشندگی. سولا دیگه خورشیدی، نشان اون است. نشان پیروزی هم میگن زیگ، نشان پیروزی هم میگن زیگ. نشان نام یک تیره ای از تیره های هفت تیره پهلوی هست و این نشان آنان بوده است. نشان آن تیره این بوده، نشان تیره زیگ این بوده است، یکی از هفت تیره پارتی یا پهلوی با این نشان بود است. در سنگ نوشته ها افسران پارتی روی رختاشون این نشان را میگذارن و نشان داده میشه که این افسر دارای این نشان هست. بنابراین این یکی از تیره های اشکانی بوده به نام زیگ. زیگ، آره. زیگ دبیره پیشتر، پس این دبیره که پیشتر بوده احتمالاً اون تیره اشکانی نام این دبیره رو گرفتن رو خودشون گذاشتن، چون این تیره اشکانی تیره سرمته. تیره اشکانی، اشکان همون سکان هست. تیره اینا تیره سرمت هستن و از آسیای میانه آمدن در نسا و مرو و اینها پایگاه گذاشتن و زبان پهلوی یا زبان پهلو یا زبان پرتر را با خودشون آوردن، برای اونه که این اون تیره با این نشانها آشنایی داشت. و سپس ارتشداران و شاهنشاهان و افسران ارتش شاهنشاه
پادشاهی ساسانی که بیشتر پهلویان و پارتیان بودن، این نشانها را روی رختاشون، روی اسباشون و یکانها همه با این نشانها نشان داده می شد. یک بار شاید بیارم به اون نشانهای ارتش شاهنشاهی ساسانی را که از رون بهره برداری کرده را می توانیم نشان بدهیم. بسیار. شکل بعدی، دومیش لاگاس، این هستش. لاگاس یا لاگوس، لاگاس یا لاگوس برای واکه لی هستش. لاگ می شود مرد، لاگ می شود مرد، امروز هست این واژه. اوش می شود زن. چی می شود؟ همین امروز. و اوش می شود زن، اوش می شود زن، لاگ می شود مرد، پسر می شود لاپو. از این واژه است. امروز در زبان ایران، در زبان سرمد، در زبان ایرستون، در اوستیا پسر لاپو میگن، مرد را لاگ میگن، زن را وش میگن. این لاگوش میشود مرد و زن، نشان زنان ایرانی و نشان آمازون. زن جنگنده آمازون، این نشان آمازون میشود همه زن، یعنی همه تن زن، مانند همه تن حریف شما میشنوید. این نشان زنان آریایی، رزماوران سکه‌ای ایرانی بوده است و این بوده است که این هم مرد هم زنه، هم زور مرد داره هم زور زنه داره. نامش لاگاس هستش، برای ال، واک ال هستش، برای ال، نشان زنان و جنگاوران آمازون. آمازون یا همازون یا همه زن هست که دیگه غلطه، هم آمازون. دومی خانکالاس، خانکالاس درسته؟ خانکالاس برای هچ هست. در لاتین هم این هچ، در انگلیسی هم امروز هچ اینجوریه، به این نزدیکه. آه در زبان روسا در خط سریلیک این هچه، در سریلیک نه، مانند این این هستش. درسته دارم. اما در لاتین این اگر خط میانیش راست باشه اچ هستش، که این هان کلاس، ببخشید خان کلاس، این میدونید چی میشه؟ میشه رشته، رشته. میبینید مانند رشته، سه تا رشته روی همین خمیره که ببری، خمیره که ببری، مانند این تیکه تیکه و رشته میشه، میشه و رشته برای هی هستش. همین امروز این باشه به کار گرفته میشه، خانکال میشود رشته و خمیر. در زبان ایران این واژه، این زبان هست، این واژه هست. این می شود نیروی جنگی و رشته نبرد با دشمن. این رو افسران ارتش شاهنشاهی روی سپرهاشون و روی رختاشون در هنگام نبرد به کار می گرفتن. سپاه پهلوی، ارتش شاهنشاهی پهلوی، اشکانی ها رو من پهلوی میگم، اونها این نشان را روی رختاشون، روی جنگ افسرهاشون دارند. بسیاری از جنگ افسرهایی که پیدا شده شمارشون این نشان خانکلاس روی جنگ افسرهاشون، روی کلاهاشون دیده میشه. جالبه، بله. این یکی، این که در پایین میبینید، این هستش مناز. مناز از می شود من، مناز می شود منم، برای ام به کار میره. مناز می شود منم، از می شود از یا از که ما در اردبیل میگیم، می شود خود. منم خود من، یعنی خود من، خود من، این میشه ام. ام برای می هستش. گفتم در اردبیل ما خود را از میگیم، شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ از میگه، ازم، ازم، ازم داری و اوش، ازم داری و اوش، این هستش. این برای ام هستش، واک ام هستش. به بچه جالب. دسته دیگه ای مانده. این واک ماننده، میبینید این رو؟ بله. این اروز، اروز، اروز هستش و این اروز برای او هست، او برای او هستش. اروز با پیروز یکیه، نشان پیروزیه. بله، ارتش شاهنشاهی این رو برای پیروزی به کار میگیره، نشان پیروزی. ارتش شاهنشاهی ساسانی، ارتش شاهنشاهی اشکانی، آره اونجوری هستش، آره نشان پیروزی هستش.
چه جالبه. همون که با دستون شما نشان داد. بله من برای خودم نشون دادم، بینندگان نمی‌دیدن. شما میتونید این صورت، یعنی اگه ما ایرانیان بخوایم پیروزی رو نشون بدیم، بهتره باید همین کارو بکنیم، وی نشون بدیم، این کارو نشون بدیم. باید این زبان ایرانیه. این زبان نیاکان ایرانیانه. اینا امروز بازگشت به اینا، بازگشت به شناسنامه ایرانی هست. بله. آلکادش این یکی هستش. آلکادش. آلکادش. این آلکادش یعنی چی؟ خب آل به انگلیسی چیه؟ میشه همه. آها. آل. آها. آره آل میشه همه، به زبان ایرون، به زبان سکه، به زبان ما آل همه هستش. کاد میشود گلوری، شکوه. همه شکوه. این رو در جنگ دوم جهانی ارتشداران ورماخت روی گورهاشون نهادن اینو. آهان، یعنی شکوه جمعی. یه رزماور در گذشته. میشه چی؟ این رو برای رزماوران در گذشته، نشان رزماوران. این رو در جنگ دوم به کار گرفتن. جالبه که ایرانیان اینا رو یاد بگیرن، سر قبرها یا گورهای درگذشتگانی که در جنگ ها کشته میشن این اشکال رو ما بگذاریم از این به بعد و بیاریم اینا رو تو زندگی روزه. برای این نشان جانباختگان در راه میهن هست. نشان جانباختگان در راه میهن میشود این شکوه و نگهبانی. شکوه و نگهبان، یک شکوهمندی که نگهبانی کرده است. خب بیراکانا. بیراکانا اینم شبیه بلوتوثه. خب آره به کار گرفته شده در اونجا، در کامپیوترم به کار گرفته. بیراکانا. بیرا میشود بسیار. بیرا میشود بسیار. کان میشود کردن، بسیار کردن. این بلوتوس همین معنی رو میده، از این گرفته شده باشه، چون که از روی یک نفر میفرستن به نفر بعدی و نفرهای بعدی تکثیر میکنن. این نشان خانواده است، نشان زنه، چون که زن بسیار فرزند میزایه، این نشان زنه، زنی که بیرا کنه بسیار میکنه، بسیار بچه. آره بچه بسیار میاره. بیرا کنه نشان زایش، نشان فرزندزایی. این میتواند باشه نشان زایشگاه هم همین هستش. آره بی را کنم برای بی هسته. این یکی از یکی دلنشین تر هستن. این بله. این گابو هست. گابو میشود آغوش، در آغوش گرفتن. گابو امروز در همین استفاده میکنیم توی نوشتن موبایل وقتی میخوایم بگیم که هاگن کیس، این میکنیم و یه او و این همونه. شما برید کشور ایرسلون، ایرانی ها اونجا همدیگر آغوش میگیرن، به ویژه بچه ها میگن گابو، بغل کنیم همدیگر رو، در آغوش بگیریم یک دیگر رو. میبینید یک و دو، دو تایمون یکی بشیم. درست. نشان مهریزد هم هست، نشان مهریزد و نشان مهر یا لاو یا عشق اینه. او چقدر جالب. آقای دکتر من کلی دارم کلاس آموزشی، شما اصلا شما نمیدونید من دیوانه میشم تو این کلاس آموزشی. امیدوارم بینندگانم همین احساس منو داشته باشن، چون واقعا اینا کلاس آموزشی همینان، اینا رو هم ببینید هم تکثیر کنید به سایرین برسونید. خواهش می‌کنم. ایران فرهنگ جانانه ای داره، ایران کشور بزرگی است. به خاطر بیشتر میخونه و یاد میگیره تازه میفهمه چی نمیدونه. همیشه میدونی. بفرمایید، خواهش میکنم. این دومیش این یر هست. یر برای یه اینو به کار میره. یر میشه اکنون در زبان ایرانی ها. یر میشه اکنون. آها یر. آره. در اردبیل یه رو میگیم زمین، از واژه ارثه، ارث یا ارز، اون واژه ایرانیه، اما با یر که من دارم میگم فرق میکنه. اون تراکوتا، ترا میشود زمین، ارث، ارز در تازی، در اردبیل میشه یر، میشود زمین، اون با این فرق میکنه. این میشود یر، میشود اکنون. یر میشود اکنون. این برای یه هستش. این باید اینو بدونید، این ترواز هست. ترواز میشود دروازه، همون واژه دروازه، ترواز.
آستانه، نشان آستانه است. گمان میکنم یکی از لشکرهای ورماخت با این نشانه داشت، نمیدونم لشکر آفریقا کدومش، یکیش داشت، یادم نیست. یکی از لشکرها یا ستاد لشکر را به این ریخت گذاشتن، نمیدونم، اما به کار گرفتن. ترواز که درباز دیگه، دروازه. آستانه، نشان خانه هم میشه. روی خانه ها من دیدم در ایرستون، روی خانه ها دیدم این نشانو میگذارن، یعنی اینجا خانه من است. و سپس نامشون رو پایین می نویسن. چه جالب. خانه من. این آی واشت یا آی واس، این نشانه است. آی واس می شود کشیدن، استرچ، کشیدن. آی واست. این ای هستش، ای، باک ای. آی واست، کشیدن. این در زبان ایران می شود کشیدن. ببخشید، آره اونجوری هستش. آی باس میشه بعد کشیده. یه دسته دیگه مانده، این هستش، این برای پی هست، پارت. این پارت پشت سر گفتن، از پشت گفتگو کردن. اگه یکی با یکی در ایرون پشت سری کسی گفتگو کنه، میگه که تو داری پارت میگی، یعنی غیبت. آره غیبت میگه نیست دیگه. آره پارت. واو. رازم میشه مثلا پارت کسی رو باز کرده، میشه راز منو باز کردی، چرا رفتی راز منو باز کردی، پارت منو چرا گشودی، اینجوری میگه. اینجوری. این دومیش هستش آنسوز. آنسوز سوز میشه و سوختن، میدونید آنسوز میشه نسوز. آه ای چه جوری. آره دیگه، آن میشه و نگاتیو پریفیکس در زبان ایرانی هست، مرداد، مرده، امرداد، نمرده. این آنسوس می شود نسوس، به زبان پهلوی می شود نسوس. نسوس، آنسوس، آنسوس، آنسوس برای ا هستش، ا، واک ا، واک ا. دومی هستش دوری ساز برای دی هستش. دور می شود سنگ، دوریساز، دور می شود سنگ. آره در زبان ایران دوریساز دور می شود سنگ. شزن می شود سوزن، می بینی شزن با سوزن یکیه؟ آها. آره دیگه، سوزن، شزن با سوزن یکیه. خب این می شود خار، واژه خار می بینید، خار. دوریساز، ببخشید دوریساز کدومش بود؟ یه بار دیگه میشه بینید. دوریساز این. خب. دوریساز معنیش چی بود؟ دور کردن؟ سنگ سوزن، سنگ سوزن. دور می شود سنگ، شزن یا سوزن می شود سوزن دیگه، یعنی سنگ سوزنی، سنگ تیز برای دیو به کار میره. یه گونه ای از تیرهای ایرانیان به این نام بود، دوری ساز، سنگی که ازش تیر درست می کردن. در می یابید چی میگم؟ بله متوجه شدم. یه خدنگی را شزم و خیلی خوشم اومده، سوزن یعنی. خب سه ها در زبان ایرون شه میشن دیگه. واو، شزم میشه سوپرمن و شزم و اینا. شزم یعنی سوزن بود، چون میپری تیز بود. سوزن میشه باید سوزن در زبان کنونی ایران میشه باید، اما در اونجا میشه باید سوزن. فیو برای اف هست. فیو می شود چربی. اه؟ بله، پست که زبان ایران پستان هست، یعنی چربی و شیر. اه؟ آره پستان می شود چربی ها و شیر های پرچرب. چربی ها، پست می شود چربی. پستان اونه. پاستور می شنوید در زبان انگلیسی هست، پاستور. بله. پاستوریزه کردن. پاستور می شود چوپان. چوپان برای این که این شیر و چربی از گوسفند و اینها فراهم میکنه، برای اونه. پاستور میشود، پاستور به زبان اوستا، پاستور همین واژه به زبان اوستا میشود چوپان، نگهبان گله، چون با پست، با چربی از شیر، از اون واژه ریش ریختش، از اونه، از اون جایگاه آمده، بنش از اونه. پاستور واژه اروپایی نیست، واژه ایرانیه و واژه اوستاییه، با واژه پستان یکیه و واژه پشت یکیه. پشتن در اردبیل سوزاندن چربی است، از این واژه است. در اردبیل سوزاندن چربی را پشتن میگن، یک کله پاچه ای را بخوام بسوزنن اون را پشتن میکنن، با واژه پختن یکیه.
شما زمانی که میپزی در یعنی چربی را میپزی، یک باور اینجوری هست، با افسانه نیست این چیز، خب در زبان شناسی اینجوری هست. پس فعو میشود چربی و برای اف به کار میره. امروز در زبان ایران، در زبان ایرون، ایرانیان کافکاس اونجا، در اونجا به چربی فعو میگن. بله این دومی، این بله این در زبان انگلیسی شما به این آی میگید، درسته؟ درسته. خب این از واژه یخ گرفته شده، از آغاز واژه یخ، ایخ، ایخ میشود یخ به زبان ایران. ای آها، این ایخ همون یخ بوده. بله بله، این عجم، به این اج میگن و برای ا به کار میره، این برای ا یا ای به کار میره، اینو اج بهش میگن و این برای یخ هستش، چون که یخ در ایرون همون ایخ، ایخ هستش دیگه. پس آره. آی بهش میگن، آی میشه همون آی که ما تو انگلیسی. درست درست. و این هستش، این پایانی، این که در اینجا میبینی دبیه صلیب کجه یکمی باره. آره آره، به چلیپا مزیکه. انا بود، انا بود، انا بود، این هستش. انا بود، این واژه انا بود برای ان هستش، ان. آها، انا بود برای ان هست، ان میشود بی دیگه، درسته؟ بله بی بدونه. بود، بود گفتم به شما میشود روان، بی روان، اینو برای مردن، نشان مرده اینه به کار میگیرن. مرده که مرده میشه، یا گاوی را اگر میکشن روی شاخاش این نشان را میگذارن. چقدر جالب. بنابراین میتونیم بگیم که این صلیبم که بعدها گرفتن در اروپا از مردگان، یعنی معنی مردن میداده که میذارن روی قبرها، منظورمه ها، بالای قبرها میتواند داشته. آره، rest in peace. پس اینی که میذارن حالت بیروان یا درگذشته. پس این حروف الفبایی بود که در واقع حروف الفبای رونیک بود که ما نشون دادیم به بینندگان. و برنامه ما امروز وقتش به اینجا به پایان میرسه، اما این برنامه یک سلسله برنامه است. ما تا امروز سه تا از دبیرهای ایرانی رو بررسی کردیم و ادامه اونها رو در برنامه های بعد با جناب دکتر ستوده پی خواهیم گرفت. خسته نباشین آقای دکتر، و سپاسگزارم از اینکه بینندگانی که این برنامه رو دیدن، و امیدوارم که حتما این برنامه ها رو به سایرین برسونین. خدا نگهدار تا برنامه آینده. زنده باد ایران. بهتون